سلام به همراهان خوب اپ کاربردی، من محمد یزدانی هستم و توی این ویدیو قراره که این هدفون رو بررسی بکنیم. هدفون بلوتوثی وان مور که از طرف شرکت راندمان برای من ارسال شده که معرفی و بررسیش بکنم. شرکت راندمان نماینده انحصاری محصولات وان مور توی ایرانه که کلی محصول و گجت دیگه هم داره. فعلا این هدفون اینجاست که بررسی بشه. توی ویدیوهای آینده هم سعی می‌کنیم محصولات دیگه وان مور رو بیاریم و بهتون معرفی بکنیم. اینم کارتون همین هدفونه که بازش هم میکنم، محتویاتش رو بهتون نشون میدم و اینم محتویات جعبه است که کابل و یه سری سریهای اضافه واسه هدفونه که بهتون توضیح میدم. بریم سراغ این هدفون و بررسیش بکنیم. این هدفون یه سیم حدود 55 سانتی متری داره که دور گردنتون قرار میگیره و اینو میتونید آویزونش بکنید و زمانی که میخواین ازش استفاده بکنید توی گوشتون قرار بدین. دور گردنتون که خیلی راحت قرار میگیره واسه افرادی که گردنشون کلفت واسه افرادی که گردن زخیم تری دارن یا گردن ظریف تر و جمع و جور تری دارن، این سیم میتونه کوتاه و بلند بشه. این سیم یه بلبلک اینجا هست که میتونید شما اینو در واقع یه ذره جمعش بکنید که سیمش کوتاه‌تر بشه و بتونید دور گردنتون قرارش بدید. مثلا ببینید الان کوتاه‌تر شد و یه در واقع باکس هم اینجا هست که 4 تا دکمه توش تعبیه شده به اضافه سوکت شارژر که جلوتر بهش میپردازم. این قسمتی که این باکس داره سمت راسته، یه بار دیگه من چک بکنم، آره این رایته، یعنی سمت راست باید قرار بگیره و این یکی هم سمت چپ. البته من چون جز آدمای گردن کلفت هستم اینو باید بازش بکنم. به این شکل دور گردن قرار میگیره و شما میتونید زمانی که لازمش دارید توی گوشتون قرار بدید. یه چنین حالتی رو به وجود میاره. من یکی هم بذارم که شما ببینید. یه چنین حالتیه و به این شکل شما میتونید استفاده بکنید. سیمش هم که گفتم متناسب با ضخامت گردن شما کوچیک و بزرگ میشه و در واقع کوتاه و بلند میشه و نگران این موضوع نباید باشید. در رابطه با طراحیش باید بگم که این باکسی که سمت راست قرار داره یه گاهی سنگینی میکنه و هدفون رو به سمت راست هل میده. اگر که این هدفون سمت چپ تکی توی گوشتون باشه این مشکل به وجود نمیاد، یعنی اذیتتون نمیکنه. اما اگر که کامل اینو دور گردنتون انداخته باشید و مثلا توی در حال حرکت باشید، در حال راه رفتن یا دویدن باشید، این ممکنه کم کم به سمت راست حرکت بکنه و یه طرفه بشه و اذیتتون بکنه. شاید بهتر بود توی طراحی از یه جفت آهنربا توی این سریهای هدفون استفاده میشد که اینا بچسبن به هم زمانهایی که بلا استفاده هستن دور گردنتون، بچسبن به هم و قفل بشن دور گردنتون، که این اتفاق نیفتاده. تنها عیبی که میتونم ازش توی طراحی بگیرم همینه، اما در کل خیلی طراحی شیک و زیبایی هم داره. و اینم بهتون بگم که حالا در مورد کوتاه و بلند شدن سیمش که صحبت کردم که واسه هم تمام سنین در واقع مناسبه، این سریای این هدفونش هم عوض میشه. همین بزرگیه که بیرون گوش قرار میگیره، همین کوچیکتره که کامل وارد گوش میشه. چند نمونم اینجا توی جعبش هست توی سایزهای مختلف این سریا که عوض میشن و جای نگران نیست. اگر که گوشتون کوچیکه یا بزرگه این هدفون کاملا براتون مناسبه و هم سیمش کوتاه و بلند میشه و هم این سریش عوض میشه که در واقع بتونید شخصی سازیش بکنید. اما بریم سراغ کیفیت صدا. صدای این هدفون واقعا من شگفت زده کرد و کیفیت فوق العاده ای داره. توی صدای بلند اصلا از شفافیت صدا کم نمیشه و صدای موزیک رو به بهترین شکل ممکن به گوش شما میرسونه. توی صداهای بیسدار، یعنی توی موزیک های بیسدار، بیس خیلی خوبی هم داره و میتونید از شنیدن صدای موزیک لذت ببرید. یه باکس هم که اینجا بهتون گفتم 4 تا دکمه روی این باکس تعبیه شده که برای کنترل موزیک و یه باکس هم برای خاموش و روشن کردن این هدفون و البته کنترل دستیار صوتی گوشیتون. من اینجا این هدفون رو به گوشیم وصل میکنم. این دکمه دایره شکلی که روی این باکس طراحی شده، Find devices، آره، در حال جستجوه. این دکمه رو اگر 3 ثانیه نگه دارید هدفون روشن میشه و اگر 5 ثانیه نگه دارید، یعنی در حالت که روشنه 5 ثانیه نگه دارید، هدفون خاموش میشه. من وصل میکنم به گوشیم. خیلی هم عالی، الان وصله و من میتونم باش هم تماس برقرار بکنم و هم موزیک گوش بدم. و البته الان اینجا میخوام دستیار صوتیشو تست بکنم. صدای موزیک هم که بهتون گفتم فوق العاده است با این هدفون. من الان یه دونه ضربه روی این دکمه بزرگه زدم و سیری گوشیم باز شد و از دستیار صوتی گوشیم میتونم استفاده بکنم. اوپن اینستاگرام، اینستاگرام روی گوشیم باز شد و
از طریق دستیار صوتی هم میتونید با این هدفون ارتباط برقرار بکنید. دوباره من یه موزیک پلی میکنم. من دوباره دستیار صوتی رو میارم. Increase the volume. صدا رو یه درجه برای من زیاد کرد. خیلی راحت دستور شما رو هم از طریق دستیار صوتی میشنوه و میتونید از دستیار صوتی هم استفاده بکنید. خب در مورد شارژ صحبت نکردیم. اینجا روی همین باکسی که بهتون گفتم کنارش یه سوکت شارژ داره که با کابل میکرو یو اس بی شارژ میشه. یه کابل میکرو یو اس بی هم توی جعبش هست. خیلی کابل با کیفیتی هم هست، تقریبا به طول 40 سانتی متر فکر میکنم. یه طرفش که یو اس بی با آداپتورهایی که دارید میتونید شارژ بکنید و این طرفش هم میکرو یو اس بی که وارد این هدفون میشه و زمانی هم که در حال شارژ هست یه چراغ قرمز رنگ روی این هدفون هست که به شما نشون میده که این هدفون در حال شارژ شدنه. و اینکه روی جعبش هم نوشته که ورودیش ولتاژ 5 ولت و جریان ورودی 1 آمپر هست که میتونید باهاش این هدفون رو شارژ بکنید. این هدفون 2 ساعت و نیم زمان نیاز داره که شارژ بشه کامل با همین کابلی که در موردش صحبت کردم. 2 ساعت و نیم، 2 ساعت و ربع تا 2 ساعت و نیم 0 تا 100 شارژ میشه و بعدش هم 5 ساعت تا 5 ساعت و نیم کامل میتونید باهاش موزیک گوش بدید. حتی بیشتر از 5 ساعت من تونستم باهاش موزیک گوش بدم با صدای متوسط رو به بالا، حتی با آخرین صدا که هیچ مشکلی هم نداشت. و در حالت مکالمه هم شما میتونید 4 ساعت مکالمه داشته باشید. البته من 4 ساعت مکالمه رو تست نکردم، ولی خب اگه فرض کنیم طبق گفته خودشون 5 ساعت موزیک پلی میکنه و 4 ساعت مکالمه، 4 ساعت مکالمه هم میتونه برای شما ساپورت بکنه و 4 ساعت هم میتونید مکالمه داشته باشید با این هدفون. اتصالش هم از طریق بلوتوس انجام میشه. بولد بلوتوسش هم حوالی 12 تا 13 متر من تونستم از این فاصله بگیرم، در واقع از موبایلم فاصله بگیرم و تو اون فاصله هیچ مشکلی نبود و موزیک رو به راحتی پلی میکنه. در مورد همه چیز فکر میکنم صحبت کردم، فقط محتویات جعبه رو میخوام بهتون نشون بدم. بریم توی جعبه، یه سری دفترچه راهنما و ایناست که میخوام بهتون نشون بدم. این که یه برچسب برند وانمور که میتونید بزنید پشت ماشینتون. خب اینم راهنمای اپلیکیشن وانمور که البته فکر میکنم رایگان نیست استفاده کردن ازش. آره اینجا نوشته 2 ماه میتونید از اپلیکیشن وی آی که مربوط به شرکت وانمور هست استفاده بکنید واسه کنترل میوزیک پلیر دیگه میتونید ازش استفاده بکنید. و اینم دفترچه راهنمای این هدفون هست که به زبان انگلیسیه و بهتونم گفتم که چطوری ترجمه بکنید. 2 تا ویدیو راجع به ترجمه متنای این چینی گفتم قبلا. یه سری دستورالعمل ها هم داخلش هست راجع به در واقع این چی بهش میگن، این حرکاتی که میخوایم بزنیم و اینا، جستر بهش میگن، نه جستر که فرمان. راجع به فرمان هایی که اینجا داره و با این دکمه ها میتونید بدید صحبت بکنم که 3 تا دکمه یه شکل و یه اندازه اینجا کنار هم هستن. وسطیه برای پلی و پاز کردن موزیک. اگر 2 بار بزنید موزیک بعدی پلی میشه، اگر 3 بار بزنید موزیک قبلی پلی میشه. این مثبت و منفی هم که دو طرف اون قرار دارن برای کم و زیاد کردن صدا هستن. دکمه اصلی دایره شکل بزرگه که گفتم برای خاموش روشن کردن هدفون. اگر 3 ثانیه بگیرید روشن میشه و بعد از اینکه روشن شد اگر 5 ثانیه نگهش دارید خاموش میشه. و اگر هم در طول روشن بودن هدفون یه بار روش ضربه بزنید دستیار صوتی باز میشه که میتونید از دستیار صوتی هم استفاده کنید. این بغلم که سوکت شارژه و همین دیگه. نکته دیگه در مورد این هدفون نیست. راجع به کابل شارژش هم صحبت کردیم و محتویات جعبه هم بهتون نشون دادم. توی تماس هم بهتون بگم که کیفیت صدا واقعا فوق‌العاده بود و در حین مکالمه هم صدای مخاطب رو به وضوح میشنوید و هم صدای شما حتی توی موقعیت‌های شلوغ که سر صدا زیاد هست به خوبی رد میشه و مخاطبتون صدای شما رو به وضوح میشنوه. من اینو توی مکالمه هم چندین بار تست کردم و کاملا راضی بودم. حتی یه سری از هدفون‌ها هستن که از حد معمول یکم لازمه که بلندتر صحبت بکنید که صداتون خیلی واضح رد و بدل بشه، اما اینطوری نبود. توی موقعیت‌های شلوغ هم حتی صدا رو به وضوح کامل منتقل می‌کرد. در مورد همه چیز صحبت کردم. تشکر می‌کنم از شرکت راندمان که این هدفون رو برای بررسی در اختیار من گذاشت. آدرس سایت و پیج شرکت راندمان رو توی کپشن براتون گذاشتم و میتونید از اونجا این هدفون رو خریداری بکنید. قیمت این هدفون هم الان که اواسط دی ماه 99 هستیم 950,000 تومانه. اگه به دنبال یه هدفون خوب و با کیفیت هستید میتونید این هدفون رو خریداری بکنید و ازش استفاده بکنید. توی ورزش، توی باشگاه بدنسازی مثلا میتونه گزینه خیلی خوب باشه. این هدفون خیلی جمع و جوره و خیلی راحت دور گردنتون قفل میشه و قرار میگیره و کیفیت صدا هم پیام اومد.
کیفیت صدا هم که فوق‌العاده به گوشتون منتقل میکنه. توی تماس هم که عملکردش بی‌نظیر بود. تنها عیبی هم که گفتم توی طراحی به نظر من داره اینه که میتونست یه دونه اکثر من برعکس گذاشتم یه دونه آهنربا اینجا قرار بگیره که بتونه هدفون رو قفل بکنه دور گردن شما. توی سایر موارد عالی بود. ایراد دیگه ای من به این هدفون نمیتونم بگیرم و بازم تشکر میکنم از شرکت آندمان که این هدفون رو در اختیار من گذاشت که بتونم بررسیش بکنم و ویدیوشو بسازم. اگه قصد خرید این هدفون رو دارید میتونید از طریق سایت راندمان که توی کپشن گذاشتم براتون اقدام بکنید و با گارانتی یک ساله، گارانتی رسمی یک ساله شرکت راندمان این هدفون وان ما رو خریداری بکنید. و ممنون از توجهتون، مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. بفرستید واسه رفیقاتون، واسه اون کسایی که قصد خرید هدفون دارن یا فکر میکنین این ویدیو براشون مفیده. صحبت دیگه نیست و اگرم از طریق یوتیوب دارید ویدیو رو میبینید حتما سابسکرایب بکنید، پایین سمت راست ویدیو یه کامنت هم بذارید، عالی میشه. دم شما گرم، ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید، مرسی از توجهتون.